فیلم دو کله شق از این قراره که یه پیرمرد از دو تا دوست میخواد که دخترش رو که توی یه کافه تو کشور امارات زندگی میکنه به بندر بیارن. دو تا رفیق با لنج عازم امارات میشن و دختر رو برخلاف میلش برمیگردونن. دخترم به همین خاطر قصد داره دوستی این دو تا رفیق رو به هم بزنه. فیلم دو کله شق محصول سال 1356. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یواش نیفت. تو رو دارم نمیاد. چطوری؟ به پاکتی فشی. یادم بنداز اونجا گرزی بیا خورده به آتکالان بزنم این بوها ازت بره چون خورده به اون یارو. ای سی. من نیفتم تو نیفتی من بیام. اما من میخواستم یعنی دل میخواستش دلش کن بره پیکارش اون اینجا میمونه میگم برش کن بره پیکارش منم میگم این باید اینجا بره کیا که رو حرف من حرف بزنه دکم داریم برو زیفه حالا دیگه دام به تو بذار رو کوله تو برو پدرت تو خونه منتظرته اگه اونجا نری اینجا بر نمیگردی سر خراکش کن او بچه ها پنداری رفقای جدا نشدنی وسطشون یه چیزی پیدا شده اونم چه چیزی فیلم همیشه قهرمان با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351 داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علی که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون امیر با بازی رضا بیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علی رو میگیره امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. جا، بجا برو. آ، استمینا. خانم این کارا چیه بده من؟ ولش کن بدش به من میخوام همه چیزو فراموش کنم آره دیگه بسته پاشین شما رو برسونم منزل آره من از اینجا ببر منزل ببر بیرون دیگه نمیخوام توی این خراب شده باشم احمق بشون دروغگو شالتان با منی؟ با همه مردو هستم دست شما درد نکن آره و همه مردو هستم همه تون سر و تا یک عربوسین همه تون پستین حق بازی شالتانی این خوابه من دمه در تو ماشه منتظرم باشه ولی من نمیخوام که خونم برم میخوام منم امشب مثل مردا بد بشم بد بد من نمیخوام برم خونم آزان چی میگی رابیه بینم یا نه برم کن نمیخوام برم دستم و بلکن درد گرفتی میخوام برام خونمون اصلا تو چی کاری دلم اصلا تو چی بخوای انجونه بیا من حوصله ندارم به تو میکرد بیا بینا همه بلم کن بذار زمین منو بذار زمین منو اونجا میزنم از زمین سر صدا نکن واسه من یالا منو واسه چی آوردی خونه من نمیخوام امشب تو خونه بخوابم میخوام برم بذارم تو گوش اون احمق میخوام برم بذارم تو گوش اون احمق بخواب توی فیلم بی‌حجاب مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن
زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه من میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلسوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. این آب لیمو رو بخور تا حالت جا بیاد. خوبم نمیخوام. بخور دیگه بابا، تو هم این بچه ها شدی، بخور. کلسوم جون همه شو بخور، بخور 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 تا ترشو بخور. چی شده مسلم؟ چی شده تو؟ هیچی که نمیشه. تا تو یه جوری پر نباشی اینطوری مست نمی کنی. موزه دختره هست؟ چیه؟ دعواتون شده؟ ازش دلخور شدی؟ دیگه تموم شد، همه چی تموم شد. چی تموم شد مسلم؟ فردا قراره عقدش کنن. عقدش کنن؟ واسه چی؟ چه فرقی میکنه واسه یه آدمی که من نیست؟ آخه چرا؟ واسه چی؟ چرا درست حرف نمیزنی؟ مگه تو دوستش نداری؟ مگه اون تو رو دوست نداری؟ خب چرا؟ خب پس چی؟ مگه این بس نیست؟ وقتی شما هم دیگر رو میخواین دیگه چی میتونه مانعتون باشه؟ خیلی چیزا. خیال میکنی واسه دو نفر که هم دیگر رو راست راستی بخوان کوه میشه کاه؟ مگه دروغ بگن و یه جوری دل و زبونشون با هم دیگه یکی نباشه؟ آخه تو چه میدونی؟ چه میدونی ما چه بدبختی داریم؟ چه میدونی؟ ولی بدبختی ها یکی یکی پیداشون میشه. همه چی اولش راحت شروع میشه. موضوع اینه که فیلم خوشگل و عوضی گرفتیم که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که پروین تو خیابون با جوونی به اسم جلال آشنا میشه و به هم علاقه من میشن، ولی هر دوی این نفر راجع به کسی که هستن به همدیگه دروغ گفتن. بعد از فهمیدن حقیقت هم از همدیگه دور میشن تا اینکه چند وقت بعد با هم آشتی میکنن و پای سفره عقد میشینن. بخشایی از فیلم خوشگل و عوضی گرفتیم رو با هم تماشا میکنیم. نه ملنگم. مال مشروبه، غذا میخوری براتون بیارم؟ نه آذر اومدی؟ اصلا اسمشو میاری؟ بله اومدم، فعلا با اجازه. برو بابا جان. میلکم شب در اول تو کجاست؟ برون بالا آقا جان. دارم بالا میارم، این پایین بالا میارم. آخر شبی با حرم نمیشه نصفشون کرد. سکینه زودتر ظرفه کسی تو جمع کن. شب بخیر. خدا حافظ. به سلامت. شب بخیر. صدر احمد به قشون تاتار از سال قطعی اومده بودن. سکینه تو خیلی خسته ای، بذار فردا صبح جمع. چه فرق میکنه چه فردا چه حالا خانم؟ راستی مهندس امیدوار بدون خدافیزی رفت. خانم جون جواب اینا رو بدین، چی کارشون کنن؟ بگش کن صبح زود بیا، اینقدر خستم مثل اینکه روتنم بوغلتون کشیدن. برو فردا بیا. باشه خدا سلامت. Thank you.
فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نه ما دلمان واسش میزده نه یه سریم بیریم اوجا من که خیالگم راحته اصلا دلیم خواد موشه اینجا بره ادیجا که رفته ما به خدا زینی چشاشا گذاشته و رفت نگاه از پشت شیشگه از تو او از سر او درختگه زینی همه جا نگاه من داره نه ترس داشه مگه من مردم که حریفه یه نگاه نشم تو چتا نگاه زینی این قروم ساقم دیگه پیر شده هرچی حرفش میزنم نگاه داره Ah.